دور نفس امریکا پشت برنگو قرار میگیره، حرفش از ایرانه. هر روزی که کنگره امریکا تشکیل جلسه میده بعضی از ایرانه. چرا؟ چون دارم میبینم که بساط استکبار را این ایران اسلامی با این آموزه های اون حسن بعد الهی خودش به آتش کشیده، بساط اونها را براندازی کرده، همه جای اونها زیر پاشون زلزله آمده، میترسن، وحشت زدن. یه جلو قدرت ایران رو بگیرید، نذارید توسعه پیدا کنه. این باید درس باشه برای همه. در میان این پیشروی ها، در میان این عظمت ملت ایران آفرین، عده‌ای با تحریم متزلزل شدن. گفتن بیاییم با اینا مذاکره کنیم، دست از اون سلابت و استادگی برداریم، یه قدری نرمش به جان بدهیم، مشکلات اقتصادی اون حل بشه، مسائل اون حل بشه. رهبر بزرگوارمون هوشمندانه و معجزه‌وار فرمودن که مسئله با مذاکره حل نخواهد شد. اینها همین هستن که هستن. امریکا همون عهد شکنیست که بوده و خواهد بود، ولی ما اجازه میدیم شما مذاکره کنید تا همه بفهمن. همون کسایی که تردید دارن در کشورمون به هم مردم دنیا بفهمن، برای همه اعراض بشه، حجت ها بر همه تمام بشه و همه بدانن که امریکا چه عهد شکنیست و این اجازه رو دادن و این مذاکره انجام شد و امروز برای همه دنیا ثابت شد که امریکا کیست. بعضی ها میخواد این رو رد بدن به شخصیت رئیس جمهور فعلی امریکا، نخیر، اینجوری نیست. این یک برنامه و یک نقشه است، بر اساس نقشه عمل میکنن و مدیر این صحنه و کارگردان این همونطور که رهبر بزرگوارمون فرمودن صهیونیسم بین‌المللیست و هیچ ربطی هم نداره که به چه فردی توی اون کاخ سفید قرار گرفته باشه. اون نقشه رو که بهش دادن موظف اجرا کنه و نقشه که امروز همینه که این طور بازی در بیاره و این حرفا رو بزنه. هر کسی دیگه ای هم رأی میبرد همین کار رو هم میده. این یک نقشه از پیشتنی شده است برای عدشکنی. یکی باید عدشکنی کنه باید بهانه ای بیاره. به راحتی مردم دنیا از اون نمیپذیرن. حالا بهانه میارن که آقا این آقا دیوانه است، خاک بر سر شما کنم که یک دیوانه رو بده در رأس کشورتون و چجوری میخوام مردم دنیا اعتماد کنن به کشوری که به گفته خودتون، به گفته اون آدم هایی که مدعی دموکرات بودن دارن، یه دیوانه در رأسش قرار میگیره. چی باید اعتماد کنه؟ چجوری ملتهای دنیا جانشون را، آبروشون را، ناموسشون را، مدیریتشون را، امنیتشون را بسپارن دست کشوری که به راحتی یک دیوانه میتونه در رأسش قرار میگیره که اینطور نیست. او امروز مأموره که نقش دیوانه رو بازی کنه بر اساس تصمیم صهیونیسم بین‌الملل تا بتونه این عهدشکنی رو توجیه کنه. خب این حادثه و این ماجرا حجت رو بر همه تمام کرد. هر کس هم تردید داشت امروز باید بیدار شده باشه که مذاکره با این جرثومه فساد و این عمر فساد هیچ فایده نداره و راه به هیچ جایی نمیبره. به بعد حرف زدن از مذاکره با غرب فقط خیانته. همون حرفی که رهبر بزرگوارمون از روز اول فرمودن باید در صدر مطالبات هممون قرار میگیره. راه پیشرفت کشور، راه گذر از مشکلات، راه حل مسئله بیکاری، راه حل مسئله تأخیر در ازدواج جوانها، راه حل همه مشکلات مادی و رفاهی این کشور از اقتصاد مقاومتی میگذره. باید دستمون رو به زانوی خودمون بگیریم. عکس‌های ها به ما این را یاد دادن
محمدزاده ها و شوشتری ها به ما این رو یاد دادن. شهدای بزرگوارمون همه هستی ترین آموزهی که به ما یاد دادن که در اوج ناتوانی ها وقتی به خدا توکل کنیم میتوانیم و حرکت کنیم و از این ظرفیت های عظیم کشورمون استفاده کنیم. دم زدن از مذاکره و نرمش دیگه بسه. ملت ما آماده نیست که یک بار دیگه بخواد آزموده های چند باره را آزمایش کنه. ما در قرارداد الجزایر که قرار بود اون جاسوس های امریکایی را که در لایه جاسوسی جوان های مملکت گرفته بودن تحویل امریکایی ها بدیم و در ازایشون ها اموال مسروقه و اموال ضبط شده ما را آزاد بکنم به نهون بدن تجربه کرده بودیم. نباید دوباره تجربه میکردیم. مشخص شده بود که ما عرضه کنن جاسوس ها را گرفتن یک سنت هم از اون دلارهایی که از ما ضبط کرده بودن و سرقت کرده بودن پس ندادن. این اتفاق افتاد. تعهد داده بودن که جاسوس ها را به ما پس بدید. ما در امور داخلی ایران دخالت نمی کنیم و دخالت کردن. همه تعهدات شد دیر پا گذاشتن. اینو تجربه کرده بودیم. دوباره یه بار دیگه هم تجربه کردیم. دیگه برای بار چندم باید تجربه بشه. در رابطه با کشورهای دیگه هم همین کارها رو کردن. وقتی که ریبی را فریب دادن که تمام تأسیسات هسته‌ایش رو از بن برید و ریخت توی کشتی و تحویل امریکایی‌ها داد، قرار بود در ازایش رابطه‌شون رو با اونها عادی کنن، رفیق بشن، مثلا به قول خودشون مشکلات اقتصادیش رو کمک کنن حل بکنه. چه کردن؟ بلافاصله بعدش یه رئیس جمهور بوش رو آوردن با همین ادبیات ظاهرا دیوانه‌وار بگه همه اینا به هم خورد. همین کارو کردن. بعد هم حمله کردن دیگه رو با خاک اکسان کردن. وقتی دیدن قدرت دفاعش دیگه خطری براشون نداره حمله کردن، نابودش کردن. خب چند بار باید این آزمایش ها بشه؟ اونهایی که خوابن باید بیدار بشن. ملت ما بیدار این مسائل رو میفهمه. این فرصت رو به شما داد که یه بار دیگه تجربه کنید. حجت بر همه تمام بشه. باید اون حجت بر همه تمامه. این عظمتی را که امروز شهدا برای ملت ما آفریدند باید همین راه را ادامه بدیم. راه همین راهیه که اونها رفتن. همین راهی که امروز پرچم پر افتخار اسلام را در سواحل دریای سرخ، در سواحل مدیترانه، در شمال افریقا به اهتزاز درآورده و تاپ سفید را به لرزه انداخته. همین مسیر را ادامه بدیم. کار استکبار تمامه. کار این شیطان ها تمامه. اگر کسی تردید داره سخنرانی های همین آقای رئیس جمهور امریکا را مرور کنه، در طول یک سال گذشته چی گفته؟ از وضع اقتصاد امریکا، از وضع امنیت امریکا، از وضع سلامت امریکا چی گفته؟ برید بخواید ببینید چی گفته این آقای رئیس جمهور امریکا راجع به وضع درونی امریکا. از همه جهت در حال فروپاشی هستند. باید اونها به آخر رسیده. باید ایستادگی و مقاومت رو ادامه داد. امروز اگر بیاد شهدا اینجا جمع میشیم فقط برای مراسم بزرگداشتی که یاد و خاطر اونها را زنده کنیم و از اینجا بریم دوباره زندگی خودمون از سر بگیریم نیست. برای اینکه خاطره‌ای بخوانیم و تسلیتی به خانواده معظم شهدا بگیم نیست. اینجا این مراسم و این اجتماع و این نشست و گفتگو محل میثاق با شهداست. میثاق ببندیم که ما راه شما را ادامه میدیم. شهدای بزرگوار در شرایطی بسیار بسیار سخت‌تر از شرایطی که ما امروز داریم، در غربت بی سلاح با دست‌های خالی مقابل استکبار ایستادند. امروز وضع ما بسیار بسیار مرتبتر و امکاناتمون خیلی گسترده‌تر از روزهایی است که این شهدا مقابل دشمن ایستادن. حجتی نداریم برای میدان خالی کردن، خصوصا مردم این خطه که یک خطه قهرمان پرور
و یک خطه اسطوره پروره مردمی که اگر فردوسی قهرمان اسطوره خودش را از این سرزمین انتخاب کرد و نامگذاری کرد نشانگر جوهر واقعی بود که در مردم اینجا بود. این اتفاق نبود، این اشتباه نبود، همین جوهر بود که در قیام مردم سیستان برای خونخواهی ابا عبدالله حسین علیه السلام متجلی شد و اولین منطقه‌ای که به خونخواهی ابا عبدالله حسین علیه السلام برخواست این منطقه بود، با وجود بعد مسافت و این دوری فاصله تا محل وقوع حادثه، این عظمتی است که این مردم دارند در این منطقه و اون قیام عظیمی که در 12 بهمن 1330 در مقابل رژیم ستمشاهی مردم این منطقه داشتند و این عظمتی که در دفاع مقدس مردم این منطقه با نزدیک به 2000 شهید با بعد مسافتی که از جبهه ها تا اینجا بود آفریدند، همه اینها از جوهر بالای وجودی مردم این منطقه علامت میده و نشانه میده و انشاءالله باید این مسیر نورانی رو ادامه بدیم، این عظمت رو باید حفظ کنیم، دستاوردهای عظیمی که شهدا برای ما آوردن باید حفظ کنیم و دستاورد وحدت بالاترین اونهاست، زیربنا و زیرساخت همه حرکتهای ما وحدتمونه که باید اون رو حفظ کنیم، باید هوشدار باشیم. دشمن تلاش مضاعفی را برای شکاف بین ملت ایران آغاز کرده، از اول انقلاب این تلاش ها را داشته ولی اخیراً به اوج خودش رسیده، انواع رسانه هایی که برای این قضیه درست کرده، انواع شایعه ها دیگه می پراکنه، حوادثی را که ساختگی درست میکنه برای که میان ملت ما تفرقه می اندازه، تفرقه های قومی، تفرقه های مذهبی و هم در این ملت ما هوشیار بودن این وحدت رو تا امروز حفظ کردن و یکی از بزرگترین میراث شهدا برای ما و اون چی که در وصیت‌نامه هاشون نوشتن و این بزرگواران مثل شهید نکزایی و محمدزاده و شوشتری و این سرداران بزرگ ما در اکثر سخنرانی ها و بیانات و نوشته هاشون این را یادآوری کردن، وحدت که زیر ساخت همه پیشرفت هاست و زیر ساخت پرورش این شهدای بزرگوار، امیدواریم که خداوند این وحدت و انسجامی را که امروز میان ملت ما و مردم این خطه هست روز به روز مستحکمتر بفرماید. ای خدای بزرگ همه این عزت و عظمت را، همه این پیشرفت ها را، درس هایی که از مکتب شهدا آموختیم، عظمتی که شهدا آفریدن، همه مدیون امام راحل بزرگوار است، مدیون رهبر عظیم شأن ماست. خدایا امام راحل بزرگوار ما را واسیل دو شهدا محشور بفرما. ای خدای بزرگ در درجات اختی افزا، خدایا رهبر بزرگوارمون را با ظهور امام عصر و در کنار حضرتش موفق و معید و منصور بدار، ظهور حضرتش را نزدیکتر بگردان، ما را از سربازانش قرار بده. ای خدای بزرگ شهدای بزرگوار ما را، شهیدی که نام او امروز اینجا گرد آمدیم، با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. ای خدایا خانواده معظم شهدا که در این مسیر صبر کردند، ایستادند، ذره ای از ارزش هایی که شهداشون رو برای او تقدیم کرده بودند عقب ننشستند، همه سختی ها رو تحمل کردند و پیام شهدا رو به نسل های بعدی رساندند. خدایا به خانواده مکرم شهدا صبر و اجر و عافیت عطا بفرما. تشکر میکنم از همه شما بزرگواران و عزیزانی که زحمت کشیدید در این مراسم باشکوه شرکت کردید، خصوصا خانواده معظم شهدا که نورانی کردند مجلس ما را و سران توالیت و شلوغ. امیدوارم که این قدم ها را خداوند بر سر صراط نرزاند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.